رئیس جمهور غنی امروز در قندهار با آواز بلند و لحن تند تأکید کرد که اجازه نخواهد داد تا فصل کنونی جمهوریت نیمه تمام بماند. معاونش اما میگوید که قدرت را به یک گروه کوچک نخواهند سپرد. اما چرا رئیس جمهور غنی در لفافه سخن میگوید؟ آیا طالبان خواهان خط بطلان کشیدن بر جمهوریت و فصل کنونی افغانستان هستند؟ آیا رئیس جمهور چیزی را می داند که مردم نمی دانند؟ اصلا نیمه تمام ناتمام شده جمهوریت یا نیمه تمام مانده جمهوریت یعنی چه؟ رئیس جمهور با اشاره به خروج نیروهای خارجی از افغانستان گفت که با این خروج هیچ اتفاق در افغانستان نخواهد افتاد. وی فراتر از این هم رفت، تاختن بر پاکستان. به نام خدا و درود بر شما، به ویژه برنامه محور درباره روند صلح افغانستان خوش آمدید. مهمانانم در برنامه امشب آقای عبدالستار سعادت، مشاور پیشین رئیس جمهور غنی که روی خط اسکایپ از کابل در برنامه با ما وصل است، آقای محمد حیدری عضو دفتر رسانه‌ای ریاست جمهوری افغانستان اینجا در استودیو با ماست، و تا لحظات دیگر جنرال سید محمد سعادت نظامی پیشین هم در استودیو به برنامه خواهد پیوست. خیلی خوش آمدید آقای حیدری. اجازه بدین در اول بریم سراغ آقای سعادت و با ایشان آغاز بکنیم. سعادت صاحب، چیزی که شما فهمیدین امروز از سخنرانی رئیس جمهور در قندهار درباره جمهوریت و دفاع از جمهوریت و معامله صلح با طالبان چی بود؟ چی است؟ خب در حرفای رئیس جمهور چیز تازه نبود. بحث دفاع از جمهوریت و البته امروز لحنش یک کم تندتر بود که گویا یا از یک موضع مستقلانه حرف میزد که در آینده اجازه نمیده تصامیم افغانستان یا تصامیم در مورد سرنوشت افغانستان خارجی ها بگیره یا بیگانه ها بگیره. این حرفی بود که امروز در حرفای رئیس جمهور یک کمک تازگی داشت. اما بحث دفاع جمهوریت، اگرچه رئیس جمهور خودش در موضع اخلاقی نیست که بیشتر بحث جمهوریت مطرح بکنه، به خاطر از اینکه نظام آقای رئیس جمهور بیشتری که به یک جمهوریت بمانه به یک نظام اولیگارشی میمانه که فقط حاکمیت چند نفر است. بحث تفکیک قوا زیر سوال است. شما میبینین که امیلی وزرایی که رای نگرفتن عملا یا زواد مندرج قانون اساسی اونا با وظایف خود ادامه میتن و کسایی که رای گرفته بودن عزل میشن. موارد زیاد داریم، اما با این هم رئیس جمهور یک قرارداد سیاسی اجتماعی با وجود از اینکه آرای کم است اما با مردم داره. رئیس جمهور در یک تنازع یا در یک تضاد، در یک پارادوکس باید راه بره و اویی است که از یک طرف باید بحث صلح به یک موافقت برسانه، از طرف دیگه از جمهوریت چیزی که در قانون اساسی حداقل مندرج است، خودش هم اگرچه به اون زیاد پابند نیست، از او به یک شکل دفاع بکنه. و این پارادوکس رئیس جمهور باید به پیش ببره، دی تناقض باید به پیش بره، هم فرصت صلح به یک شکل از دست نده و این مردم این کشور نجات بده، مسئولیت تاریخی داره، و از طرف دیگه دستاوردهایی که حداقل ما تا هنوز را داریم یا دی 20 سال را تجربه کردیم تمرین کردیم او را به یک شکل حفاظت بکنه. رئیس جمهور نیاز داره به بعضی موقف گیری ها، به بعضی موضع گیری ها، و در قندهار هم مطابق و نمو ضرورت حرف زد. اما بهتر ای است که بیشتر تمرکز بکنه سر اعتقاد به جمهوریت، تأمین جمهوریت، عملی کردن جمهوریت. خود رئیس جمهور باید در این مسئله صادق شوه و بالای یک اجماع کار بکنه. اگر در داخل جمهوریت پراگندگی وجود داشته باشه بازی صداها زیاد اثر نخواهد. ولی آقای سعادت، خب این
سخن رئیس جمهور که اجازه نخواهد داد تا فصل فعلی جمهوریت نیمه تمام بمانه، ای به چی معنا است؟ مثلا خب اگر فرض بکنیم یا چند تصویر رسم بکنیم در گفتگو با طالبان، چی اتفاق قرار است بیفته و اگر بیفتن بعد این فصل کنونی جمهوریت نیمه تمام میمانه؟ خب یکی در فایر جمهور نگرانی از سقوط نظام دیده میشد. درست. که تمام شدن جمهوریت به معنای سقوط نظام یا سقوط جمهوریت خواهد بود. بحث دومی است که جمهور به یک شکل، شما میفهمین که سطح و گراف محبوبیتشان بسیار زیاد پایین است، اما رئیس جمهور اگر کسی حمایت میکنه به خاطر ازی است که فعلا به یک شکل در بستر دفاع جمهوریت یا در رهبری دفاع جمهوریت رئیس جمهور قرار داره. اگر خودش چقدر تطبیق میکنه نمیکنه، مردم نه برای جمهور اما به خاطر حفظ و بقای نظام جمهوریت به یک شکل در پالی نظام استاد میشه. با او خاطر رئیس جمهور زیاد از اصطلاح یا از مفهوم جمهوریت استفاده میکنه که مشروعیت خود یا مسنگر دفاع خود به یک شکل مستحکم بکنه و این را به یک شکل نگرانی در اذهان مردم تزریق میکنه تا که مردم حساس شوه از حکومت دفاع بکنه. ولی تا فعلا آیا چیزی شنیده شده از سقوط نظام کنونی یا جمهوریت فعلی افغانستان در روند صلح که جریان داره، هرچند حالا متوقف است و سردرگم؟ مثلا آیا طالب گفته که این نظام باید سقوط بکنه؟ آیا طرفهای دیگر جمهوریت در درون جمهوریت به این باور هستند که نظام سقوط بکنه، که رئیس جمهور باید نگران باشه؟ مخالفان رئیس جمهور میگن که تعریف رئیس جمهور از ماندن و ادامه جمهوریت، ماندن خودش و تیمش در قدرت است. خب نمیشه در بحث سیاسی، طبعا رئیس جمهوری آرزو را داره که در قدرت بانه و خود مستحق هم میدانه، به خاطر ازی که یک سال قبل مراسم تحلیف نوش بود یا 14-15 ماه پیش، به اول لحاظ خود مستحق میدانه. اما ما اگر بحث سقوط مطرح میکنیم خیلی منطقی است به چند لحاظ. یکی، ما تاریخ بسیار جد غنی سقوط نظام ها را داریم. شاید در تمام جهان یکی از کشورهای استثنایی باشیم که در 100 سال 11 نظام ما از بنیاد سقوط دادیم. این را در تاریخ ملت‌های دیگه نداریم. بحث دومی است که وقتی ما جنگ داریم، در جنگ دو حالت است، یا بنبست است که باید به یک صلح بریم که متاسفانه هر دو طرف زیادی بنبست را حس نمی‌کنه، و بحث دومی است که غلبه است، یک طرف باید در جنگ غلبه بکنه، در نهایت یک طرف باید سقوط بکنه. چیزی که تا هنوز متاسفانه دیده شده، اگر ما یک گراف رسم بکنیم، حاکمیت طالبا از 18 سال یا 19 سال به این طرف در جنگ یک خط سعودی را داشته، در مقابل حاکمیت حکومت یک سیر نزولی داشته. به او خاطر این نگرانی بسیار زیاد بی‌منطق نیست، چی رئیس جمهور داشته باشه چی هر کس دیگه داشته. سپاسگزار آقای حیدری. خوب وقتی که جمهوریت در حکومت زیر پا شده به باور آقای سعادت و بسیاری های دیگر، ارزش های جمهوریت نادیده گرفته شده، حرمت گذاشته نشده، انحصار است و فلان است و فلان، چگونه باید می آید رئیس جمهور یا حکومت بعد حرف از دفاع از جمهوریت می زنه یا حرف از جمهوریت و پشتیبانی از جمهوریت می زنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام خدمت شما، مهمانان حاضر در برنامه و بینندگان خوب تلویزیون شما. یک مقدمه کوتاه اگر اجازه بدین برای بحث داشته باشیم. امروز برای مردم افغانستان و به خصوص برای مردم قندهار یک روز خوب بود. یکی از پروژه های کلانی که از طرف سکتور خصوصی پیشی شده بود، شفخانه بسیار کلان از طرف کمپانی مهمند در سطح منطقه، یکی از شفخانه های کم نظیر است، ساخته شدن و توسط رئیس جمهور افتتاح شدن. سکتور خصوصی یکی از بازوان پرتوان در بخش اقتصادی در افغانستان است. رئیس جمهور صحبت های مردم قندهار را شنیدن، به آسیب دیدگان ولسوالی ارغنداب پیام های داشتن، صحبت های داشتن و به تمام کسایی که از جنگ متضرر شدن، همه بخش ها برشان وعده های لازم را برای رسیدگی به مشکلات مردم دادن. ولی در کنارش بله، پیام های خود را رئیس جمهور در بحث صلح و امنیت و مسائل کلان کشوری هم داشت. امتیازی اون شفاخانه به حکومت برمیگرده یا به اون بخش خصوصی، اون بازرگانی که ساخته؟ بخش خصوصی و دولت همکار همدیگر هست، بازوی همدیگر است و یک
مساعی مشترک بین سکتور خصوصی و بخش دولتی وجود دارد. طبیعتاً اگر حمایت دولت نباشد سکتور خصوصی هم با مشکل مواجه میشه. ولی خب بیم در قسمت سوال شما، افغانستان صاحب قانون اساسی است، تفکیک قوا وجود داره، پارلمان هست، قوای مقننه هست، قوای قضاییه هست، قوای مجریه هست، قوای سیگانه امنیتی هست، جامعه مدنی هست، رسانه ها هست، هر کدام در جای خودش انداموار و به گونه بسیار منظم داره فعالیت میکنه. در کاغذ حداقل هیچ بخش ببینین در کاغذ نیست، در عمل هست. در عمل است، مثلا قوای مقننه بله از طرف قوای مجریه حرمت شده؟ بله. صلاحیت هایش در نظر گرفته شده؟ بله. تمام شما در این روزا تالار مجلس نمایندگان میبینین که از اونجا هر نماینده مجلس هر چه که دلش شد با آدرس ریاست جمهوری میگه، با آدرس وزرا میگه، با آدرس بخش قوای مجری میگه. این معنیش حرمت گذاشتن است. خب در بخش به مسائل دیگه ای که اینا مطرح میکنین که نمیفهم جمهوریتی چطور یا چیکار انحصار، ببینین کابینه فعالیت میکنه. بله. هر کدام در بخش خودش صلاحیت خود اعمال میکنه، ولی در نهایت طبیعتا رئیس جمهور افغانستان رئیس جمهور افغانستان است، پاسدار حافظ قانون اساسی، سرقومندان علای قوای مسلح است. قانون اساسی صلاحیت های مشخص را برای رئیس جمهور سپرده. درست. که رئیس جمهور از او صلاحیت های خود استفاده میکنه و او را اعمال میکنه. صلاحیت شمیست که نامزد ولی وزیر رد شده از سوی مجلس چند ماه به تأخیر معرفی شود؟ در تمام کشورها، در تمام کشورها، در تمام دولت ها، نظام های دموکراتیک، نظام های متکثر و که اونا چند صدایی و پلورالیسم تجربه کرده، بحثی تغییر و تبدیل یک اصل است. تغییر نه، بحثی بس این که هیچ صلاحیتی نداره. آقای حیدری شما قانون میدانید صلاحیت های رئیس جمهور هست که سرپرست فعلی بانک مرکزی در صورتی که لازم بر بنیاد کدام قانون فعالیت میکنه؟ در صورتی که لازم ببینه رئیس جمهور افغانستان میتونه تصمیم بگیره برای یا کسی را برکنار بکنه یا کسی را در پست شبقا بکنه، ولی طبیعتاً یا صلاحیت های به ریاست جمهوری هم هست. شما نشان بتین به ما مردم گیج نشوند. درست است، مردم کسی که ریاست وزارت معارف داره رهبری میکنه، درست است. بله. به اساس کدام قانون داره کار میکنه؟ سرپرست رد شده است. سرپرست رد شده است. سرپرست است. قانون میگه وقتی از مجلس یک شخص نامزد رد میشه که سرپرست است. نه 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 آقای حیدری، قانون میگه وقتی یک کسی از مجلس رد میشه هیچ گونه جایگاه قانونی یا هیچ لقب و تایتلی نداره، نمیتونیم سرپرست بگوییمش، نه نامزد وزیر نه وزیر. اینا چیکار هستن؟ رئیس جمهور در حکم جداگانه اینا رو به عنوان سرپرست، بله اینا رو به عنوان سرپرست گفته که باید حکم جداگانه صادر شود. قانون اساسی افغانستان گفته. قانون اساسی مطابق با صلاحیت هایی که برای رئیس جمهور افغانستان تفویض کرده. رئیس جمهور از صلاحیت که در ماده 64 آمده یک ماده را نشان بدین. اصل و نسب، اصل و نسب، این بحث اصل و نسب است. کسایی که در اداره افغانستان کار میکنه و از صلاحیت های رئیس جمهور هست، ولی طبیعتا این وظیفه رئیس جمهور هم هست که کسایی که به رد تایید شده از وظایف حکومت رد صلاحیت شده میگین آقای حیدری چنین چیزی در قانون نیست. درست بفرمایید. من عرض کردم شما قطع میکنید صحبت ما را. آنچه که شما میگین که خلاف قانون هست، برای من ماده را نشان بدین که خلاف قانون باشه. قانون گفته کسی که از مجلس در هیچ رأی در کجای در کجای قانون گفته که رئیس جمهور صلاحیتی به صلاحیت از لونسب نسب کارمندان خود نداره. آقای حیدری بس است که رئیس جمهور از صلاحیت خود استفاده کرده. اجمل احمدی از طرف رئیس جمهور نسب شد، درست صلاحیتش است، بعد رفت به مجلس باید رأی تایید میگرفت که نگرفت. بله. دوباره به اساس چی داره کار میکنه؟ سرپرست است آقای احمدی. سرپرست نیست. بله آقای احمدی سرپرست. رد شده است. سرپرست چرا باشه؟ از طرف رئیس جمهور سرپرست کماشه. رد شده را میتونه سرپرست؟ بله. چرا؟ ای از صلاحیت های رئیس جمهور است. از اما از لونسب؟ از بله از صلاحیت های رئیس جمهور مطابق مقام اساسی است. میشه قضاوت بکنن؟ بفرمایید ادامه. بعد در قسمت که این پیام ریاست جمهوری حرف شخصی شما نیست، یعنی ارک برداشتش از قانون چیزی است که شما دارین میگین. ببینین یک انتباه و برداشت یکی درست میتونن این شب درست نحوه پرسش شما به گونه است که تلاش میکنین که در خورد بیننده یک ذهنیت منفی ایجاد کنین. بس است که رئیس جمهور
رئیس جمهور این صلاحیت ها را داره که کسی را در کابینه ایشان حفظ بکنه و کسی را در کابینه ایش رد بکنه. یک مسئله. دوم، رئیس جمهور در کنار حکومت وظیفه‌اش است کسایی که از طرف پارلمان اونا رد صلاحیت شده اونا را به پارلمان معرفی بکنه و این کار را میکنه. شما در جریان هستین که پارلمان یک مدتی به تعطیل رفت، بعد از او هم مشغله های برای حکومت به وجود آمد، در مجموع در مسائل کلان سیاسی و بحث صلح مسائل پیش آمد که اولویت های حکومت چیزی دیگر شد، ولی به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی حکومت افغانستان نیت و اراده دور زدن قانون را نداشته و تلاش میکنه که بر مبنای قانون رفتار بکنه و میلاک رفتار حکومت قانون اساسی افغانستان است. فکر میکنین در جایگاهی است حکومت که از جمهوریت و ارزش های جمهوریت دفاع کنه با تمام رفتارهایی که داره؟ همین دیروز شما مجلس را دیدین آقای حیدری، بله. سر و صدای نمایندگان مردم را مکمل شاید شنیده باشید. بله. درست؟ رئیس جمهور افغانستان، بله. در اصل نظامی است که در اونجا آزادی بیان وجود داره. رئیس جمهور افغانستان در اصل نظامی است که قوای سه‌گانه وجود داره. درست. رئیس جمهور افغانستان در اصل نظامی است که مردم سالاری و آزادی بیان وجود داره. رئیس جمهور افغانستان در اصل نظامی است که مشروعیت خود از مردم گرفته. بسیار. اگر این جمهوریت نیست، ما تعریف دیگه حداقل برای جمهوریت یافته نمیتونیم. درست. تعریفی که آلی شما دارین از این که اگر این فصل قرار باشه ناتمام بمانه، یعنی چی اتفاق میفته؟ خب مردم افغانستان در 20 سال گذشته قربانی‌های بی‌شماری را برای به دست آوردن همین ارزش‌هایی که امروز به دست آمده داده. افغانستان آزمایشگاهی برای نظام‌ها نیست و این نظامی که امروز در افغانستان به وجود آمده، درست. یکی از کاراترین، مشروع‌ترین و پاسخگوترین نظام‌ها در سطح دنیاست که افغانستان هم از او دار تبعیت می‌کند. در اینجا حقوق بشر وجود داره، آزادی های فردی شما وجود داره. منظور تمام ماندن سقوط نظام است که یک حیداری. یک تعدادی در بین مردم پمپاژ منفی و تبلیغ منفی میکنن که بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان ممکن نظام با سقوط مواجه شه. مثل که در 2014 عین موضوع بود. در 2014 بیش از نزدیک به 140 هزار نیروی خارجی از افغانستان خارج شد. 90% تحلیلگرایی که در میز رسانه میشه بحثش این بود که افغانستان پس از 6 ماه سقوط میکنه. سپس. اما افغانستان نه تنها سقوط نکرد که امروز افغانستان در مسیر بهتر قرار گرفته. از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تمام بخش ها افغانستان دوچار یک تحول ژرف و اساسی و بنیادی شده. بعد از این هم حکومت افغانستان و رئیس جمهور فصل دموکراسی و مردم سالاری را ادامه خواهد داد. آقای سادات، باور شما چی است؟ بعد از خروج نیروهای خارجی فکر میکنین وضعیت تغییر میکنه یا به همین شکل میمانه؟ چیزی که رئیس جمهور باور داره و حکومت باور داره که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، رفتن خارجی ها اثرگذار هم نیست. تشکر. شام شما بخیر. سلام به آقای سعادتی و حیدری صاحب و شما و بینندگان عزیز تلویزیون طلوع نیوز. به باور ما آنچه که ما میبینیم، مشاهده میکنیم و تجاربی از گذشته ها نشان میتبریم، ما هنوزم متکی به جامعه جهانی هستیم. قوای مسلح افغانستان متکی به جامعه جهانی است. هنوز ما معاش سرباز خود را از اونها میگیریم، هنوز تجهیزات نظامی را از اونها میگیریم، حمایتی از طرف از اونها صورت میگیره. با توجه به وضعیت موجودی که در افغانستان حاکم هست، هنوز تروریسم زنده هست، هنوز تهدید وجود داره در افغانستان، جزایر قدرت در افغانستان موجود است، شما رزم‌آزمایی گروه ها و تنظیم ها احزاب را شما در امی هفته‌های گذشته به نزدیکی ها دیدین که اسماعیل خان در هرات، بله. رزم آزمایشی داشتن و نشان قدرت کردن، در حالی که او یک شاخه ای از حزب جمعیت اسلامی افغانستان هست و با توجه به قانون اساسی افغانستان و وزارت عدلیه که در اونجا مجوز قانونی برای احزاب دادن، درست. شبه نظامی داشتن احزاب یک سوال است. این چرا از کجا پیدا شد؟ چرا برای زنا مجوز دادن؟ شما در نقاط مرکزی افغانستان جناب علی پور و ذوالفقار دیدن که اونا یک حزب سیاسی دارن، مربوط به یک حزب سیاسی هست، اونا قدرت نمایی کردن. شما حزب اسلامی افغانستان دیدن که
ریاست جمهوری را اختار دادن که ما ارک را محاصره میکنیم، رئیس جمهور را میکشیم از ارک و شما با دو جمهوریتی که در یک جغرافیای کوچک همین اکنون در پایتخت حکومت میکنه که ارگ و سپیدار است، شما با توجه به این اختلافات عمیقی که در اینجا وجود داره، اینها را که ما مشاهده میکنیم، از این لحاظ اگر قوای ائتلاف و ایساف و ناتو در همچو شرایطی با توجه به همون تهدیدات موجود که اونجا مداخل بیرونی ها هم بدون شک حمایتی وجود داره که اینجا حمایت میکنن، با این توجه با این وضعیت اگر قوای ائتلاف افغانستان را ترک میکنن ما میریم به سوی یک فاجعه بسیار خطرناکی که در اون صورت جمع کردنش برای ما بسیار مشکل است. ما اگر یک روز، من خودم یک نظامی هستم، بله، اگر یک روز ما سرباز ما برایش مهمات نرسه، برایش معاشش نرسه، نیازمندی هایش رفع نشوه، او در جبهه مقاومت کرده نمیتونه. ما دیدیم دوران تاریخ زنده افغانستان، دوران حکومت دکتر نجیب الله رو ما مشاهده کردیم، دیدیم، تجربه شده داریم. با وجود که قوای مسلح بسیار مجهز، با تمام وسایل، با تمام وسایل، با لونا، با اسکاد، با قوای هوایی مجهز، با تیارای جت M21، گپای زیادی داشتیم. ما 4 سال دکتر نجیب الله که اونا استوک داشتن، دزرف داشتن، مقاومت کرد. ولی بعد از او نتونست مقاومت بکنه. اونمو اختلافات درونی که من قبلا خدمت شما اشاره کردم از درون موریانه خوره کردن و بالاخره نظام را به سقوط مواجه کرد. حالا هم ما که هیچ چیز نداریم. ما یک روز اگر ما یک استوک برای یک روزه ذخیره نداریم. اگر ما خدای نخواسته که با همچو کمبوتا دیم مواجه گفته که کمک هایش ادامه پیدا میکنه به شمول امریکا، ناتو. خب کمک ها ادامه پیدا کنه. بله. ما بسیار باورمند نیستم به همین همچو وعده هایی که او زمان هم برای ما وعده ها داده شده بود که ما کمک های ادامه میتونیم. متاسفانه که ندادن. ما با توجه به سخنانی رئیس جمهور مقتدر دنیا که پارتنر ما و شما است آقای بایدن، بله، او گفت که ما نمیتونیم در افغانستان دیگر کاری کنیم، که ما ماموریت ما دو موضوع بود که دستگیری بن لادن بود و از بین بردن القاعده بود. ما به ماموریت خود تقریبا رسیدیم که نرسیده و ما همین ملت را دیگر دستش گرفته نمیتونیم. ملتی نبوده و ملت شده هم ملت متحدی هم نیستن. به این توجه، به این حرف ها ما فکر میکنیم که اونا باز آمده پس دوباره ما و شما را سر پا استاد نمیکنن. ترام هم میگفت که این ملت تا ابد ما نمیتونیم دست از اینا رو بگیریم، اینا رو با پای استاد کنیم. پس کمک ها فکر میکنین که این وعده ها وعده های بسیار متضمن نیستن، یعنی ضمانتی وجود نداره که ادامه پیدا بکنن تا یک مدت درازی؟ یقینا و وعده کردن به ما، بله، وعده کردن که ما تا 2024 قوات های مسلح افغانستان حمایت میکنیم، حمایت میکنیم. ولی حالا چرا خروج خود میگن توجیه میکنن که ما میبریم از افغانستان؟ وقتی که خروج از اونا نابهنگام میبراین، هنوز ماموریت از اونا ختم نشده. از نظر ما، از دیدگاه ما، هنوز تهدید وجود داره. شما انفجار ناحیه 15 را در چاره شهید دیدین شب گذشته. این موتربم از کجا میاد؟ موتربم را کی تمویل میکنه؟ موتربمی که تقریبا 25 الا 30 تن مواد ضرورت داره. همین مواد به دسترس یک گروگاه ها نیست. این مواد به دسترس یک دولت ها میباشه که او را تمویل میکنه، تجهیز میکنه، آماده میکنه، هدف گیری میکنه، روان میکنه. ما متاسفانه که همسایه اینه که نداریم که او از تروریسم حمایت میکنه. از اونجا چی میشن؟ ابتدای آمدنی حضور نظامی ناتو در افغانستان، امریکا در افغانستان آدرس غلط کرده بود. اینا باید در پاکستان حضور پیدا میکرد که بن لادن خود در پاکستان کشته شد. دوباره میایم با شما آقای سادات. آقای سعادتی، خب با آنچه که رئیس جمهور داره میگه به نظر میرسه که آقای سعادت ببخشین گویا چیزهای شنیده باشه، مثلا یا امریکایی‌ها برش گفته باشن یا نگفته باشن یا برداشت کرده یا از طالب چیزی برش رسیده، ای که جمهوریت در بحث صلح به شدت در خطر است، شاید هم رفتنی است. با این چنین برداشت شما موافق هستین؟ ما گفتم که این نگرانی ها منطقی است و رئیس جمهور اگر یادتان باشه دو سال پیش خودشان در یک مصاحبه با یک تلویزیون خارجی واضح گفتن که بدون حضور نیروهای خارجی برای ما سخت است 6 ماه دوام داریم. حرف خود رئیس جمهور است، حرف من نیست. و باز اگر یادتان باشه رئیس جمهور ترامپ وقتی که تصمیم گرفت
نیروهای خود خارج بکنه. رئیس جمهور یک نامه برش فرستاد و اون نامه باز امریکای ها رسانه ای ساختن. اون نامه عمل رئیس جمهور واضح است. رئیس جمهور خواسته بود که نیروهای تا خارج نکو، ما در وضعیت دستیم که به تنهایی بتانیم این جنگ را به پیش ببریم. یعنی ما گفتم پیشتر که بسیار زیاد مثال ساده عملی امیال هر کدام ما بشینیم. بعد از سال 2002 اگر ساله اول و دوم سقوط طالبان را بکشیم، ساله بعدی ظهور بعدیشان، ما یک گراف رسم میکنیم. این گراف شما بسیار زیاد آسان پیدا کردن میتونیم که با گذشت هر هفته، هر ماه، هر سال طالبان نیرومندتر شدن، مناطق زیادتر را گرفتن، مشروعیت روانی بیشتر به دست آوردن و سربازگیری زیادتر داشتن. در مقابل ما ضعیف شده رفتیم و امیالی هم در حالت اونمو فرمول اونمو قاعده متاسفانه بیرحمانه و پیش میره. واقعیت همو است، نگرانی رئیس جمهور بجای است، آلی که به شکل روحیه میتن، نیرو میتن، او خوب است که رئیس جمهور برای سربازا، برای کلگی بگوید که ما بدون خارجی چیز نمیشن. اما واقعیت بیرحمتر است موضیگیره فیلی رئیس جمهور که در تضاد با حرفای سابقشان قرار میگیره. ولی آقای سعادت، درست است این بحث نظامی است که اگر اگر از راه حل سیاسی عبور شود، در بحث نظامی درست است طالب اگر بخواهد که با توپ و تانک این نظام از سقوط بوده، او بحث به میان میآید که جمهوریت است یا نیست بحث نظام. ولی در بحث صلح آیا جمهوریت در خطر است یا نیست، این مسئله را اگر شما تحلیل کنین و بهش بپردازین. ولی یک وقفه میگیریم، بعد میشه شما ادامه بدین ادامه برنامه تا لحظاتی دیگر. و ادامه برنامه باز هم خوش آمدید. سعادت صاحب بفرمایید. خب ما فکر میکنم در بحث صلح جمهوریت چانس زیاد داره که قاشمه، بخاطر اینکه اگر ما به سطح جهانی ببینیم، ایالات متحده آمریکا آمد و نظام طالبان را امارات و سقوط داد، به شکل متحدین ناتو یا اروپایا اینا دوباره برگردن و به خانهایشان و به ملتهایشان این خبر برده نمیتونن که ما یک امارات سقوط دادیم و امو امارات دوباره احیا شد و ما برگشتیم. این برای از ما موفقیت نیست. ما در کنفرانس مسکو هم دیدیم که کشورهای منطقه هم از امارات حمایت نکردن. اونا گفتن که طرفدار صلح هستن در افغانستان، بدل شدن تبدیل شدن طالبان زندگی نظامی به زندگی سیاسیشان هستن، اما طرفدار احیای امارت نیستن. و اگر در داخل افغانستان هم ما بستر ببینیم، بدون از جمهوریت بحث مذاکره دیگه منتفی است، به خاطر اینکه اگر بحث امارت میشه، اماراتی که امو تفسیر و برداشت یک جریان است، او را تعمیم دادن از او بالای ملت افغانستان بسیار زیاد مشکل است. او باید بحث تسلیمی است. اگر بحث مذاکره است، اگر بحث قبول کردن یکی دیگه است، اگر بحث تحمل یکی دیگه است، این تمام در جمهوریت شده میتاند. و امارات اگر حتی از رای جنگ هم باشه، این دوباره بالای افغانستان تسلطش مشکل است و افغانستان به طرف یک جنگ داخلی میره. بنام در بحث مذاکره، در بحث سال، ما پای نیروهای امنیتی ما، نظام ما، جمهوریت ما، البته با بعد قبول بعد مواردی که در طرح آقای خلیلزاد دیده میشه که طالبان نمیشه اینقدر وقت باز بین نظامی خود قانع بسازن که ما اون همه چیز پذیرفتیم. یعنی بعد موارد ممکن اما در مجموع امو مفهوم و ماهیت نظام جمهوریت ای قابل حفظ است. در مذاکره بریادی کدام تهدید را من نمیدیم. ولی آنچه که از سخنان رئیس جمهور برداشت میشه ای است که تعریف رئیس جمهور از جمهوریت در بحث صلح مسئله انتقال قدرت است و او هم از راه انتخابات که میگه یگانه گزینه انتقال قدرت همیست، چون مردم باید انتخاب بکنن. این مسئله مطرح است آقای سعادت.
خب برادر ما رئیس جمهور من حیث رئیس جمهور بعضی مسئولیت ها را داره، او مجبور است که سرموضع خود به مشکل تا یک زمان را ادامه بده، بخاطر اینکه از طرف طالبا هم تا هنوز کدام انعطاف خاصی صورت نگرفته. و بحث دومی که شما قبلا مطرح کردین، اینجا بحث سیاسی است، رئیس جمهور برای خودش هم یک چیز میخواهد، یعنی اگر این طوال فعلا بسیار به باغوش باز بره و طرف قبول تمامی مسائل، باز مشکل است که حتی جمهوریت هم ابقا شد. مگر ما به این تا اندازه رفتن و تلاش سبوتاج صلح نه، در یک منطق خوب، در یک بستر اخلاقی که ما قبلا گفتم متاسفانه رئیس جمهور افغانستان نه موافق به این شد که برای خود یک بستر و سنگر اخلاقی بساده و نه موافق به این شد که در داخل یک اجماع را ایجاد بکنه، بخاطر از اینکه حفظ جمهوریت در مذاکره بیشتر وابسته با اجماع سیاسی داخلی هم است. رئیس جمهور دردش ناکام است، اما چیزی که با او رقم از طرف از وزارت رئیس جمهور مطرح میشه، ما باور دارم که بعد موضوعش تغییر خورد. قبلا هیچ نمیپذیرفت، میگفت که من 5 سال هستم و اینا تکمیل میکنم. حالی خودش طرح حکومت موقت داره، یعنی گفت که من 6 ماه حکومت میکنم، انتقال میتونم به رئیس جمهور دیگه، منتها انتخابات شود. خب وقتی که دوره 5 ساله خود به 6 ماه میاره، به ایمانه تغییر مادی رئیس جمهور و با اندک فشار دیگه را بیاد داشته باشیم که رئیس جمهور از انتخابات هم میگذره ناگزیر است، بخاطر از اینکه هم فشارهای جامعه جهانی و هم خواست ملت افغانستان و هم توانایی جنگ را جمهور به تنهایی نداره. این که ولی هر چیزی میگه در ادبیاتش او مربوط خودش میشه، مگر موقعیت ها قسمی که گفتیم بیره هم تلیز چیز هست. تشکر سعادت صاحب. حیدری صاحب، تعریف شما از ادامه جمهوریت در مذاکرات صلح چی است؟ چند بس نگران های وجود داره، خوب است مردم افغانستان بشنوه. بله. یک، تعهدات جهان پابرجاست. خروج نیروهای خارجی به هیچ وجه به معنای قطع رابطه با جهان نیست. کمک های جهان هم در بخش نظامی و هم در بخش ملکی ادامه داره. کنفرانس جنوا کاملا تعهداتش پابرجاست. ایالات متحده آمریکا همچنان ارتباط خود در بخش سیاست در مسائل همکاری های استراتژیک افغانستان با جهان داره، با ایالات متحده آمریکا داره، با سایر سازمان های بین المللی داره حفظ میشه. تضمین وجود داره؟ بحثی که برای ما و برای مردم افغانستان امیدوار کننده است است که جمهوریت مشروعیت بخش است برای جهان. طب. و از خود منطق معقول و مطلوب برای که جلب توجه جهان داره. فصل جدیدی که در سیاست افغانستان رقم خورده، هرگز نه ملت افغانستان، نه جامعه جهانی، نه نسل جدید آمادگی برگشت به یک دوران گذشته سیاه و تاریک را نداره که امارت را مردم افغانستان او را تجربه شدیده. بحث ایست که اگر رئیس جمهور مطرح میکنه بله. که ادامه جمهوریت چی میشه، ببینین اکثرا بحث ها دو قطبی مطرح میشه. خوب. دو قطبی به این معناست که یا جمهوریت ادامه پیدا میکنه یا نمیکنه. بحث دیگهش طرف مقابلش امارت است. جمهوریت ادامه پیدا میکنه، پرقدرت هم ادامه پیدا میکنه، جهان در کنارش است، منطق معقول و مطلوب برای لابیگری با دنیا داره و با زبان جهان امروز جمهوریت میتونه صحبت بکنه. از این جهت بله، وقتی که مطرح میشه دو گفتمان و دو روایت جمهوریت و امارت، رئیس جمهور طبیعتاً بر موضع خودش پا میفشاره و بحثی سن که اگر قرار باشن که صلح افغانستان از او قربانی بطلبه، جمهوری اسلامی افغانستان در رأس رئیس جمهور افغانستان آمادگی ای را داره که قربانی را بپردازه. اما رقمی که در قبلها حکومت افغانستان بیشترین انعطاف را در بحث صلح از خودش نشان داد، رهایی زندانیان بر حکومت افغانستان یک تصمیم بسیار دشوار اما به هر حال حیاتی بود. اگر این کار صورت نمی گرفت، قربانی صلح افغانستان چیزی است که رئیس جمهور میگه در 6 ماه کنار میره پیش نرفت. بحثی است که حکومت افغانستان آماده است. بله. که از لحاظ زمانی
با دنیا با طرف مقابل صحبت بکنه، ولی روی اصلیت به نام انتخابات حکومت افغانستان تاکید داره، روی جمهوریت نظام تاکید داره، روی قانون اساسی و دستاوردهایی که در فصل جدید در افغانستان به وجود آمده سر از او تاکید داره. درست. و این خواست رئیس جمهور افغانستان نیست، این خواست مردم افغانستان است. اگر رئیس جمهور نباشد، خواست ماست، خواست نسل جدید افغانستان. اگر رئیس جمهور نباشه در همین 6 ماه یک فرد دیگه بیاید جایگزین رئیس جمهور غنی شد و بعد انتخابات در همون 6 ماه برگزار شد، جمهوریت فکر میکنین نابود میشه؟ رئیس جمهوری صلاحیت نداره که خودش کنار بره، چرا که رئیس جمهور برگزیده از کجا صلاحیت داره که انتخابات زود هنگام برگزیده به مردم افغانستان صلاحیت هست. انتخابات زود هنگام هم نداره آقای حیدری؟ انتخابات زود هنگام داره در صورتی که نداره. در کجا وضعیت پیش میاد؟ وضعیت پیش میاد که شما ببینید ناگزیری های در حوزه سیاست افغانستان هست، اما مسئله را میشه تعبیر کنیم به ناگزیری. بحث وحدت، بحث حکومت وحدت ملی یکی از ناگزیری ها بود. حکومت افغانستان در اون زمان نور عدالت افغانستان پذیرفت، حکومت وحدت ملی ایجاد شد. بحثی است که اگر قرار باشه که صلح و سریعزی تاکید باشه که به هر حال با یک رهبری دیگه بیای، حکومت افغانستان حاضر است که عمرش و دوران زمانیش تکمیل نکنه ولی انتخابات را برگزار کنه. از این جهت است که من میگم حکومت افغانستان برخلاف بس روی اشخاص است. آقای حیدری طالب میگم از زیر چتر نظامی یا ساختاری که اشرف غنی در رأسش باشه صلح نمیکنم، درست؟ بله. خب اگر یک کسی دیگه بیایه، یعنی طالب میایه؟ بله بیایه. طالبان ادعا داره که در افغانستان پایگاه داره، بله. جغرافیا داره، از بین مردم است. خوش بیایه، بخیر بیایه، در انتخابات اشتراک بکنه، خدا بیارشانه. اونا میتونه در انتخابات شرکت کنه، میتونه رئیس جمهور شوه. با ریاست با انتخابات آقای به رئیس جمهور غنی را اونا میتونه که از قدرت برکنار کنه، ولی بدون از اینکه طالبان که امروز به هیچ یکی از مؤلفه های عصر جدید پایبند نیست. تا هنوز طالب به شلاق زدن به محکمه صحرایی، به جهاد علیه سازندگی باور داره، پول پلچک افغانستان خراب میکنه، شلاق میزنه، خبرنگارا را به قتل میرسانه، انواع از جنایت انجام میده. من فکر نمیکنم که طالبان او اگر طالبان رو بحث مطرح میکنه که به خاطر که یه طرف گفتمان به جمهوریت یا گفتمان قوی و در واقع برنده است، این میتونه دوباره مردم افغانستان به طرف خودش بکشانه. جمهوریت از خودش روایت داره، جمهوریت از خودش منطق داره، میتونه با جهان وارد گفتگو شه. ولی از طالبان چیست؟ انتحار، انفجار، خشونت و برگبار بستن انسانهای بیگناه که نمونهش ما دهم روزا در ولایت غور در لعل و سرجنگل داشتیم. از این جهت است که طبیعتا او امارت با این خشونت که وجود داره قابل تحمل نیست. هیچ کسی هم تا فعلا چراغ سبز به امارت نشان نداده، حتی به شمول پاکستان. آقای سادات، تحلیل شما در می بیاد، دیدگاه شما در می مسئله چی از بحث جمهوریت، ادامه جمهوریت یا نیمه تمام ماندن جمهوریت، دید شما چی است؟ جمهوریت در چی صورت ادامه پیدا میکنه، در چی صورت نیمه تمام میمانه؟ چرا رئیس جمهور نگران نیمه تمام ماندن این فصل است فکر میکنین؟ خب به باور ما جمهوریت یک خط قرمز برای مردم افغانستان هست. جمهوریت موضوع شخص مطرح نیست، شخص رئیس جمهور باشه، جمهوریت سیستم است. ما از سیستم پشتیبانی میکنیم، دفاع میکنیم. دستاورد 20 ساله افغانستان اینمی سیستم است. سیستم دفاعی افغانستان هست، پارلمان هست، کابینه هست و سیستم موجود جامعه مدنی هست، احزاب هست. اینا در نتیجه اینمی زحمات ساخته شده 20 سال تمام. هدف رئیس جمهور هم امی است که ما با حفظ سیستم، ولی خودش امروز هم در بیان خود در قندهار اظهار کرد که اگر شخصی من مطرح باشم، من از چیز کنار میرم که طالب اگر منظورش همی باشه، حتی اگر در پایتخت هم من اگر نگاه نکنن، من میرم لوگر یا قندهار زندگی میکنم. و این گپش توجیه ازیر داره که او یعنی متحد به آمدن صلح هست و برای مردم افغانستان میخواد که صلح بیاید. این موضوع مهم است، ولی تشویش ما هی است که متاسفانه که حامیان طالب ها و طالب ها حاضر به صلح نیستند، حاضر به مذاکره نیستند. شما دیدن که پروسه استانبول اینا تحریم کردن،
و به تعویق انداختن که ما آماده نیستیم تا زمانی که پیشرد ما برآورده نشود، یعنی توافقی که با آقای خلیلزاد کرده. بله. که ما او توافق را توافق یعنی صلح نمیدانیم، او توافق یک جانبه غیر منطقی بود که آقای خلیلزاد با طالب ها دوی به دو انجام دادند. طرف اصلی قضیه افغانستان دولت افغانستان است که در او توافقنامه باید حضور می داشت و امریکا هم می بود، چهار جانبه توافق صورت می گرفت به نظر من. صحیح. پاکستان، طالب ها، افغانستان و امریکا در او توافقنامه به شکل علنی به یک فضای باز این تفاهم وجود می داشت، مثل که ولی نشست استانبول روی دست است. طالب ها شما دیدین که بعد از اعلام چیز گپی که در اونجا صورت گرفتن که تحریم شد، عاجل کده آمدن در پاکستان در مشوره با پاکستانی ها و آقای قریشی هم اونا را بدرقه و استقبال کردن، با اونا مشوره میتن و اونا سوژه میتن که با چه شکل حرکت کنن چه شکل نکنن. از این لحاظ یک تهدید یا خطر برای سبوتاج پروسه صلح از اون طرف قابل توجیه هست که از این لحاظ است که رئیس جمهور پافشاری میکنه بالای سیستم که این سیستم یک خط قرمز یک خط سرخ است و جمهوریت یک خط سرخ است برای افغانستان، برای بقای افغانستان. و یقینا که اگر ایف شوه و اگر طالب ها بخواهد که از روی امتیاز جنگ مسلط شوه برای مردم افغانستان، این هم ناگزیر است، ناممکن است. مردم افغانستان طالب ها را رژیمش تجربه کردند، دیدن و و و و شاید از او وحشت و دهشت دیگر مردم افغانستان نیست و نمیپذیره به هیچ صورتش. اینجا جامعه مدنی ما شما داریم، اینجا زنا داریم، اینجا ما شما قش آسیب پذیر زیاد داریم که از طرف طالب تهدید شده و اونا پس از خروج هدف قرار میگیرن. چطور اگر طالب باز تکیه کنه بر گزینه نظامی و انتظار بکشه که خارجی ها بیرون میشن بعد شدت ببخشه به حملاتش، اون وقت چطور میبینین سناریو را؟ اون وقت راه حلش دفاع از افغانستان است در برابر طالب. بله، باید که با تمام نیرو رئیس جمهور قوتهای افغانستان را بسیج بکنه، حالت سفربری را اعلان بکنه، تمام آنهایی که از صف محاربه و یا صف دفاع از وطن رئیس جمهور به اساس نو فرمان غیرقانونی خود خارج کردن اونا را پس بیارن، در نظام یک بسیج قوا صورت بگیره، از سرزمین افغانستان، از جغرافیای افغانستان باید با دفاع شود در برابر تهاجم. این آرایش های قوایی که شما گفتین پیشتر ازش گپ زدین، اونا مشکل ساز نخواهد بود؟ ما هدف مهمی است بسیج قوا که میگم، بسیج قوا که میگم تمامی نیروهای ملی با وجود بیاید. بله، امون نیروهایی که آل جزایر قدرت هست اونا باید جذب شود به قوات مسلح افغانستان، بیان از طریق قوات مسلح افغانستان به شکل رسمی به شکل قانونیش بیان در دولت از دفاع از جمهوریت، دفاع از نظام، دفاع از سیستم، دفاع از افغانستان بسیج شوند. این راه حل است، هیچ رفتن به سوی بحران راه حل نیست و بر نفع هیچ کس نیست، بر نفع همو کسی که امروز در اختلاف با رئیس جمهور حرکت میکنه، مثلا یا دکتر سیف عبدالله باشه یا کسی دیگه باشه یا کسی دیگه باشه. درست. آقای سعادت، خب دو تا انتخاب ظاهرا به قول رئیس جمهور فراراه پاکستان قرار گرفته، یا جنگ یا دست دوستی دراز کردن. کدام یک فکر میکنین پاکستان انتخاب میکنه یا کرده تا اینجا در بحث صلح؟ برداشت ما این است که رئیس جمهور هر قدر امتیازی که در اختیارش بود برای پاکستانی ها داد، اما پاکستانی ها موضع خود تغییر ندادن و رئیس جمهور علی در موقف نیست. اگر تهدید را میکنه پاکستان بیماناست و اگر دست دوستی را دراز میکنه برای پاکستان بیماناست. دادن خط دیورند و سیم خاردار و تا امروز بحث آب در جای مطرح میشه، آبی که با پاکستان میریزه در مسیر دریاها هیچ کاری نشد. اولین اقدام رئیس جمهور اگر یادتان باشه در دوره قبلیش رفت به مرکز نظامی پاکستانیا. بله. هر آن چیزی که کرد رئیس جمهور خواست تلاش کرد که به یک شکل نقشی که بر طالبا است اگر پاکستانیا زیادتر از او اعتماد بکنه سرش. در فای امروز رئیس جمهور هم دقندار می استنباد می شد. اما این بیخی یک سادگی سیاسی است که این رقم توقع شود که پاکستانی ها رئیس جمهور غنی سرمایه گذاری بکنه و بازی را من حیث متحد خود قبول بکنه. ما فکر میکنم تا رئیس جمهور منافع ملی افغانستان و خطوط سرخ ملت افغانستان هم عبور کرد ازش دیر شد، پاکستانی ها را از خود ساخته نتانست. پاکستانی ها انتخاب خود کردن، اونا سه گزینه در اختیار دارن. گزینه اولشان این است که خب طالبا بیاین مثال
بخش از نظام سیاسی افغانستان باشند، شریک قدرت باشند. گزینه دومشانی است که طالبان یک دست بالاتر بیان که اگر جنگ و این وضعیت دوام بکنه او فرصت هم مساعد میشه. گزینه سومی است که افغانستان بره به طرف یک نارامی و یک جنگ داخلی. در سیش پاکستان نفت داره و هیچ نگران هیچ یکی از این مسائل نیست که واقعی شما ما تاوان میکنیم. ما فکر میکنم رئیس جمهور امو وقتی که یک موضع گرفت بازور دوام داد، امو را بعد از رفتن به مرکز نظامی ها وقتی که فشار سر رئیس جمهور آمد باید یک موضع ضد پاکستانی داشت و نمو موضع را این دوام داده نتانست، دوباره پس رفت برای از اونها امتیاز داد تا زمانی که صدر اعظم پاکستان دمی اواخر دعوت کرد و برای صدر اعظم پاکستان این طرح حکومت موقت داد که ریاستش باید نبکنم. پاکستانی ها طرح رئیس جمهور به امریکایی ها انتقال دادن، گفتن که رئیس جمهور غنی از حکومت موقت میپذیره. یعنی این اولین پیامی که رئیس جمهور داد به امریکایی ها قبول کردن حکومت موقت بود، بعد صدر اعظم پاکستان بود. این اشتباهاتی است که رئیس جمهور انجام داده، ولی برش ناوخت است. برای پاکستانیا از یک طرف تهدید، از یک طرف به یک شکل دعوت کردن به معامله. من فکر میکنم رئیس جمهور حتی چیز دیگه نداره که برای پاکستانیا بته. یگانه چیزی که در اختیار داره او را نمیتانه که او بحث تعامل با هندوستان است که یعنی در رابطه خارجی باید چه رقم عمل بکنه در مقابل هندوستان. تنها یک گزینه را داره و این رئیس جمهور نمیتانه. دیگه چیزی نداره که برای پاکستانیا بته. به او خاطر من فکر میکنم این صدای رئیس جمهور از او طرف قطعا بی‌پاسخ میمونه. و پاکستان به باور شما هنوز صلاحیت یا نفوذ 100% بر طالب داره، چیزی که رئیس جمهور باور داره؟ یعنی طالب بدون اشاره پاکستان هیچ کاری انجام نخواهد داد در مسئله صلح افغانستان، یا نه ادعای طالب که مستقل هستند و خودشان تصمیم میگیرن و گپای دیگه؟ خب یک چیزی را باید بفهمیم که نه رئیس جمهور با اندازه که میگه با او تا او اندازه طالب نامستقل است و نه تا با او اندازه طالبان پس که ادامه کنه. ما هم مستقل نیستیم، ما بس هر جای ما هم گریه خوردیم. حکومت افغانستان، دولت افغانستان هم برده بیش نیست و قدر که اعلام استقلال و چیزی را میکنن. واقعیت این است که ما همه ما طرف ها چی جبهه جمهوریت است. فکر کنین وقتی که امریکایی ها رفتن با یک گروهی که روز 100-200-300 جوان ما را به شهادت میرسان در قطر مذاکره کرد، شما تا آخر کدام اعتراضی از آدرس رئیس جمهور دیدین از آدرس حکومت افغانستان؟ فکر کنین که همین کار یک کشور دیگه میکرد، روسیه میکرد یا داسیه مرکزی یک کشور دیگه میکرد، هر کشور دیگه عاجل سفیرش هم اخراج میکردن از افغانستان، اعتراض هم میکرد. در مقابل امریکایی رئیس جمهور تانست صدای خود بکشه، تا به امروز تانسته برش گفته که وقتی پیمان در دوحه همراهش امضا کرد، در مو روز رئیس جمهور در اینجا کنفرانس گرفت و با صدور یک اعلامیه مشترک او را تایید کرد. حتی دیگه من فکر میکنم که بحث استقلالیت که ما میکنیم تا زمانی که ما از لحاظ اقتصادی مستقل نشیم، بین خود مشکلات ما را حل نکنیم، هیچ کس در افغانستان مستقل نیست. تشکر. آقای حیدری، در بحث پاکستان، خب به باور آقای سعادت باخته رئیس جمهور بازی را در برابر پاکستان و این هم حاصل کارنامه است که خودش به جا گذاشته در تعامل با پاکستان. چی میخواید کابل از پاکستان؟ افغانستان در یک شرایط قرار گرفته که تلاش داره سیاست بی‌طرفی را اتخاذ بکنه در دنیا. تا هنوز روابط افغانستان با تمام کشورها بدون استثنا روابط دوستانه بوده. افغانستان تمام تلاش خود کرده با پاکستان، کشورهای آسیای میانه، با ایران، با آمریکا، با هند، با پاکستان، با ایران، با عربستان، با همه اینا یک ارتباط چند جانبه و دوستانه داشته باشه. این چیزی بوده که حکومت افغانستان تا هنوز رو دنبال کرده و بعد از خروج نیروهای خارجی این بحث بیشتر بر حکومت افغانستان به عنوان یک اصل در سیاست خارجی مطرح میشه. ولی حالا با خروج نیروهای خارجی دقیقاً برای پاکستان یک فصلی از انتخاب است، برای اینکه آیا به سیاست جنگی خشونت ادامه میده
ایدولوژی جنگ و جهاد در افغانستان دیگه وجود نداره، که امور همین قبلا باطل بود، بعد از خروج نیروهای خارجی کاملا بحثی که دیگه جنگ در افغانستان یک جنگ ایدولوژیک باشه این بحث ختم است، ولی در پاکستان مستقل مستعد جنگ های ایدولوژیک هست. پاکستان دو گزینه داره، یا به سیاست به صلح سازی و به سیاست که اقتصاد هر دو کشور را تقویت بکنه برای پاکستان هم میتونه سود آور باشه، یا همچنان سیاست خروج صدور افراطیت و بنیادگرایی را ادامه میده که طبیعتاً به نفع پاکستان هم نمیتونه باشه. حالا بحث حکومت افغانستان نیست که بین دست دوستی برای مردم افغانستان بتن، ولی انتخابش را کرده ظاهراً پاکستان حکومت افغان. اگر همچنان به بحثی به حمایت از گروه های افراطی و بنیادگرای ادامه بده، مطمئن باشین پاکستان متضرر میشه، جهان علاقه دیگه ای نداره که بعد از او باز هم بیای یا در افغانستان یا در پاکستان یا در یک جای دیگه گروه های تندرو در پاکستان هم رشد میکنه، ممکن است خطر متوجه افغانستان هم شه. از این جهت است که حکومت افغانستان سیاستش با کشورهای آسیای میانه، با درست. پاکستان، با هندوستان و با همه کشورها یک سیاست دوستانه بوده. برای پاکستان هم بحث حکومت افغانستان نیستن که به جایی که بیان از گروه های تندرو حمایت بکنن، بیان دست دوستی بتن که اقتصاد هر دو کشور رشد بکنه و اگر طالب را وارد سیستم بسازه آقای حیدری مثلا یک شراکت به میان میاد. خب به دنبال شراکت هستیم مگر نیستیم؟ بس ای که طالبان به جزء ساختار شوه، ای خواست حکومت افغانستان هم است، خواست مردم افغانستان هم است که طالبان بیان دست از تخریب و ویرانی برداره، شامل نظام شوه، شامل ساختار شوه، به جای تخریب به بازسازی در افغانستان سهم بگیره، در این زمان زیر نفوذ پاکستان هم باشه. نه خب طالبان ادعای استقلال داره، بله. طالبان ادعا داره که به این کشور متعلق است، از این جهت اگر اونا متعلق به این خاک است بیاین به جای ویرانی، به جایی که هر روز پول و پلچک انتحار میتن و انفجار میتن اونا رو تخریب میکنن، بیاین به بازسازی در افغانستان سهم بگیرن. بیش از یک میلیارد دلار طالبان به تأسیسات عام المنفعه در افغانستان آسیب رسانیده، امیر بیان در راستای بازسازی اعمال بکنه. آقای سادات، فکر میکنین یا به نظر شما انتخاب پاکستان چی است اگر انتخاب کرده باشه؟ چی انتخاب کرده به نظر شما؟ پاکستان طی 40 سال جنگ در افغانستان عامل عمده و تخته خیز و حامی تخریبکاری در افغانستان پاکستان است. ما شاهد قضایای خطرناکی از پاکستان بوده ایم که بالای افغانستان وارد کرده. شما عملیات های پیچیده ای که در شهرها انجام میشه من جمله پایتخت، ما شما شاهد هستیم. این توانمندی را طالب های مدرسه ای و طالب ها، نه رهبری طالب ها از لحاظ دیپلماسی و از لحاظ نظامی و از لحاظ استخباراتی داره و نه کدام فابریکه بارود و بارودسازی و سلاح داره. همه مطالبی که عملیات های پیچیده و مغلق خسارت میگیره، همین جنگ های مقناطیسی که ما نامش جنگ مقناطیسی ما نمیدره و آخر در پایتخت افغانستان هدفگیری میشن، این ساخت کشورها هست، بسیار خطرناک هست. پاکستانی ها این را رهبری میکنه، این جبهه جنگ رهبری میکنه، این را داغ نگاه کرده، ما آسیب از اونجا میبینیم. رئیس جمهور، ما یک گپش بسیار خوشم آمد طرفدارش هستم که گفت که پاکستان موقف خود برای ما معلوم کنه، یا با ما باشه یا با طرف جنگ باشه، که ما خود موقف خودم بفهم که چی. ولی موقف چی میتونه باشه به نظر شما؟ موقف اینمی است که رئیس جمهور درک کرد آلی فامیل که خواست ماست، ما آسیب از کجا میبینیم؟ خواست ماست، خواست افغانستان است. پاکستان فکر میکنین انتخابش چی میتونه باشه؟ پاکستان هم پاکستان اینمی منافعش است. پاکستان یک افغانستان آرام با ثبات ایره نمیتونه داشته باشه و به نفذ نیست، او ایره میدونه. به خاطر چی؟ اینجا اگر در اینجا ناامنی بود، ما اگر امن داشته باشیم، ثبات داشته باشیم، ما دیگه آب کنه را نمیمانیم که پاکستان بره، ما دیگه منابع طبیعی خود نمیمانیم. از آقای سعادت، آقای حیدری و آقای سادات ممنون که در برنامه با ما بودید و از شماهایی که همراهی مان کردید.